زهیر نوشته پاولو کویلو ترجمه آرش حجازی با صدای هلیا مقصودی قسمت چهار رو سال بعد سال قدیس کمپوستلا بود هر سال که روز سانتیاگوی کمپوستلا روز یعقوب قدیس یعنی 25 ژوئیه به یک شنبه بیفتد آن سال را به نام این قدیس جشن میگیرند در چنین سالی در تمام 365 روز سال در مخصوصی را در کلیسای جامع سانتیاگو باز میگذارند بنا به سنت کسی که از این در وارد کلیسا می شود مشمول برکات ویژه‌ای خواهد شد آن سال در سراسر اسپانیا بزرگ داشت های زیادی برگزار می شود. خیلی وامدار زیارت قبلی هم در جاده سانتیاگو بودم. بنابراین تصمیم گرفتم دست کم در یکی از این مراسم شرکت کنم. یک سخنرانی در ماه ژانویه در سرزمین باسک. برای ایجاد تنوع در برنامه همیشگی یعنی تلاش برای نوشتن کتاب رفتن به مهمانی فرودگاه ملاقات ماری در میلان مهمانی شام هتل فرودگاه اینترنت فرودگاه مصاحبه فرودگاه تصمیم گرفتم آن 1400 کیلومتر را تنها و با اتومبیل بروم هر جایی حتی جاهایی که قبلا ندیدم مرا به یاد زهیر شخصیم می اندازد. فکر می کنم استر از دانستن فلان موضوع شاد می شود. از غذا خوردن در این رستوران خیلی لذت می برد. دوست داشت کنار این رودخانه راه برود. برای خواب در بیونه توقف می کنم. پیش از آن که چشمهایم را ببندم تلویزیون را روشن می کنم و خبردار می شوم که به خاطر طوفان و برف شدید پیش بینی نشده نزدیک پنج هزار کامیون در مرز فرانسه و اسپانیا توقف کردند. از خواب که بیدار می شوم در این فکرم که به پاریس برگردم. بهانه خوبی دارم تا به تعهدم عمل نکنم. و برنامه ریزهای سخنرانیم این موضوع را خوب درک می کنند. راه بسته است. آسفالت یخ زده. حتی دولتهای اسپانیا و فرانسه توصیه می کنند به خاطر خطر بسیار بالای تصادف در این آخر هفته کسی از خانهش بیرون نرود. و از دیشب خیلی بدتر است. روزنامه صبح اعلام کرد که هفته هزار نفر در مسیر دیگری محبوس شدند و نیروی انتظامی راه افتاده تا به آنها غذا برساند و برایشان سرپناه درست کنند. زیرا بنزین اغلب ماشین ها تمام شده و بخاری ماشین ها از کار افتاده است. در هتل برایم شهر می دهند که اگر حتما باید سفر کنم و موضوع مرگ و زندگی در میان است می توانم جاده کنار ای کوچکی را پیش بگیرم. در این مسیر کمربندی سفرم دو ساعت بیشتر طول می کشد. اما باز هم نمی توانند وضع جاده را تضمین کنند. به طور غریزی تصمیم می گیرم پیش بروم. چیزی مرا جلو میراند به سوی آسفالت لغزنده به سوی ساعتها صبر در ترافیک جاده شاید به خاطر نام شهر باشد ویتوریا یعنی پیروزی شاید به خاطر اینکه فکر می کنم بیش از حد به رفاه عادت کردم و مهارت تطبیق با شرایط بحران را از دست دادم. شاید به خاطر شور و شوق کسانی که در این لحظه سعی دارند کلیسایی را که قرنها پیش ساخته شده ترمیم کنند و برای جلب توجه به تلاششان از چند نویسنده هم برای سخنرانی دعوت کردند. یا شاید همان حرف فاتحان کوهن قاره آمریکا باشد. دریا پیمایی ضروری است اما زندگی ضروری نیست من هم به دریا پیمایی می رویم. بعد از مدت ها بعد از نگرانی های زیاد به ویتوریا می رسم. جایی که افرادی نگرانتر از من هنوز منتظرم هستند. میگویند سی سال از چنین طوفان برفی نداشتند. به خاطر تلاشم تشکر می کنند اما از آن لحظه به بعد باید از برنامه رسمی پیروی کنم و این شامل دیداری از کلیسای جامع سانتا ماریا هم می شود. مرد جوانی با چشمهایی که به شکل خاصی میدرخشد سرگذشت کلیسا را برایم تعریف می کند. اول یک بارو بوده بعد بارو همچنان آنجا بوده اما از یکی از دیوارهایش برای ساختن یک نمازخانه استفاده کردند دوازده سال بعد نمازخانه به کلیسا مبدل شد یک قرن بعد کلیسا مبدل به یک کلیسای جامعه گوتیک شد. کلیسای جامع لحظات پرشکوهی داشته اما مشکلاتی در ساختمانش پیش آمد و تا مدتی متروک ماند. رویش تعمیراتی کردند که آن را از شکل انداخت. اما هر نسل گمان می کرد مشکل را حل کرده. و نقشه های ابتدایی کلیسا را دوباره پیاده می به بدین ترتیب در قرنهای بعدی دیواری اینجا برپا کردند، تیراهنی را آنجا خراب کردند، این سمت را تقویت کردند و پنجره های رنگی را باز کردند و دوباره بستند. و کلیسای جامع در مقابل همه اینها پایداری کرد. در میان داربست ها راه می روم و قالب های امروزی آن را نگاه می کنم. این بار معمارها اطمینان دادند که بهترین راه حل را یافتند. همه جا داربست ها و استحکامات فلزی گذاشتند. فرضیه های بزرگی برای برنامه های آیندهشان دارند و انتقاداتی نسبت به آنچه گذشته انجام شده و ناگهان در وسط شبستان مرکزی به نکته بسیار مهمی می پی میبرم این کلیسا من هستم این کلیسا تک تک ماست بزرگ میشوییم تغییر شکل می دهیم. نقص هایی میابیم که باید اصلاح کرد. همیشه بهترین راه حل را انتخاب نمی کنیم. اما با این همه به راه ادامه می دهیم. سعی می کنیم خودمان را سر پا نگه داریم، سالم بمانیم، احترام بگذاریم، نه به در و دیوار و پنجره ها، بلکه به فضای خالی داخل فضایی که در آن نیایش می کنیم و چیزی را می که برای ما عزیزترین و مهمترین است بله بیشک ما یک کلیسایی اما چه چیزی فضای خالی درون کلیسای مرا آکنده؟ استر زهیر من او تمام فضا را پر کرده او تنها دلیل زنده بودن من است به اطراف نگاه می کنم خودم را برای کنفرانس آماده می کنم و می فهمم چرا به پیشواز ترافیک و یخ جاده رفتم رفتم تا به یاد بیاورم که هر روز باید خودم را بازسازی کنم. تا برای اولین بار در سراسر زندگیم بپذیرم که انسانی را بیشتر از خودم دوست دارم. در تمام راه برگشت به پاریس در حال خلصم. آب و هوا خیلی بهتر شده. فکر نمی کنم فقط به حرکت اتومبیل ها نگاه می کنم. وقتی به خانه می رسم از خدمتکار می خواهم کسی را راه ندهد. و چند روز آینده را شبانه روز بماند و صبحانه و نهار و شام تهیه کند. مدم کامپیوترم را زیر پا له و درب و داغان می کنم. سیم تلفن را قطع می کنم. تلفن همراه هم را در پاکتی می گذارم و برای ناشرم می فرستم. به او پیغام می دهم که تنها وقتی آن را به من برگرداند که خودم برای گرفتنش پیش او بروم. یک هفته تمام هر روز صبح در ساحل سن پیاده روی می وقتی برمیگردم خودم را در اتاق کارم حبس می کنم. انگار صدای فرشته ای را شنیده باشم کتابی می نویسم. در واقع نامه ای می نویسم ای طولانی برای زن رویاهایم. زنی که دوستش دارم و همیشه دوستش خواهم داشت. شاید روزی این کتاب به دستش برسد. اگر هم نرسید دیگر با روحم آشتی کردم. دیگر با غرور جریه دارم نمی جنگم. دیگر در هر گوشه و در هر کافه و سینما و مهمانی در ماری یا در اخبار روزنامه ها دنبال استر نمی گردم. برعکس خوشحالم که وجود دارد او به من نشان داد که می میتوانم عشقی فراتر از تصور خودم داشته باشم و این برایم برکت است زهیر را میپذیرم میگذارم مرا با خود ببرد به سوی سلامت یا جنون زمانی برای دریدن زمانی برای دوختن این نام کتابم بود نامش را از آیهی در کتاب مقدس گرفتم آخر آوریل منتشر شد و در هفته دوم ماه مه در صدر فهرست کتاب های پرفروش جا گرفت. این بار هم مطبوعات ادبی به من حمله ور شدند. هیچ وقت با من مهربان نبودند. بعضی از مهمترین جملاتشان را از روزنامه بریدم و در دفتری گذاشتم که نقدهای سالهای پیش را نگه می دارم. اصل صحبت همان است. فقط اسم کتاب را عوض کرده بودند. در این دوران پرتلاتوم این نویسنده بار دیگر با داستانی عشقی ما را به فرار از واقعیت وامی دارد. جملات کوتاه، سبک سطحی، انگار جملات بلند نشانه سبکی عمیق است. نویسنده راز موفقیت را کشف کرده، بازاریابی آن هم من که نه کشورم سابقه ادبی زیادی داشت و نه برای تبلیغ اولین کتابم پولی داشتم. مثل کتابهای های قبلیش فروش زیادی دارد. این نشان می دهد که انسان آماده پذیرفتن تراژدی نیست که به ما نزدیک می شود. اما بعضی از نوشته ها فرق داشت. غیر از جملات بالا اضافه می کردند که از رسوایی سال پیشم سو استفاده کردم تا پول بیشتری به جیب بزنم. این نقد های منفی مثل همیشه باعث موفقیت بیشتر کارم شد. خواننده های وفادارم کتاب را خریدند و کسانی که دیگر ماجرا را از یاد برده بودند به یادش آوردند و کتاب را خریدند. لابود میخواستند روایت مرا در مورد ناپدید شدن استر بخوانند. از آنجا که کتابم اصلا به این موضوع نمی پرداخت و فقط سرودی در ستایش عشق بود مطمئنا معیوز شدند و به منتقدان حق دادند. تمام کشورهایی که کتابهایم را منتشر می بیدرنگ حقوق انتشار آن را خریدند. قبل از فرستادن کتاب برای ناشرم دست نوشته کتاب را به ماری دادم تا بخواند. همان زنی شد که میخواستم. به جای حسادت، به جای گفتن اینکه نباید روحم را اینطور افشا کنم، به ادامه کار تشویقم کرد و گفت باید از موفقیت کارم لذت ببرم. در آن دوران مشغول خواندن آموزه های عارفی نسبتا گمنام بود هر وقت با هم حرف می زدیم از این عارف نقل قول می کرد وقتی از ما ستایش می کنند باید نگران رفتارمان باشیم منتقدا هیچ وقت از من تعریف نمی کنند منظورم خواننده هاست بیشتر از همیشه برات نامه فرستادند به زودی باورت میشه که وضع بهتر از اونیه که فکر میکردی و اجازه میدی احساس امنیت کاذبی بهت غلبه کنه. این میتونه خیلی خطرناک باشه اما واقعیت اینه که از وقتی از اون کلیسا بیرون اومدم حالم به نظرم بهتر از اون شده که فکرشو میکردم. این ربطی به نامه های ها نداره. عشق رو پیدا کردم. محال به نظر میرسه اما پیداش کردم. عالیه از همه جالبتر اینه که تو کتابت حتی یه لحظه هم زن سابق تو مقصر نمیدونی. خودت هم احساس گناه نمی کنی. آره خوب یاد گرفتم وقتم رو سر این موضوع تلف نکنم. چه خوب؟ دنیا مسئولیت تصحیح اشتباهات ما رو به عهده میگیره. منظورت از تصحیح ناپدید شدن استره؟ اعتقاد ندارم که رنج و تراژدی نیروی درمانگر داره. رنج و تراژدی بخشی از زندگیه. نباید اون رو تنبیه دونست. اما دنیا معمولا بهترین داراییمون یعنی دوستهای ما رو میگیره تا به ما بفهمونه در اشتباهیم. اگه اشتباه نکنم این اتفاق برای تو هم افتاده. تازگیها به چیزی پی بردم. دوست واقعی کسیه که موقع های خوب کنار آدمه. کسی که کنار ما بالا و پایین میپره و به خاطر موفقیت های ما شادی میکنه. دوست کاذب کسیه که با اون قیافه غمگین و اون همدردی فقط تو لحظه های سختی ظاهر میشه. در واقع مشکلات ما تسلایی برای زندگی نکبت بار خودش. پارسال توی اون بحران آدمایی از راه رسیدن که هیچ وقت ندیده بودمشون. میخواستن تسلیم بدن. حالم از این کارشون به هم میخوره. برای منم هم همینطور شده. ماری خوشحالم که تو زندگی من پیدا شدی. زود خوشحالی نکن. رابطه ما هنوز اونقدر محکم نشده. هنوز کافی نیست. برای همین کم کم به این فکر افتادم که بیام به پاریس یا از تو بخوام بیای به میلان چه تو خونه تو و چه تو خونه من برای کار هیچ کدوممون فرقی نداره تو همیشه تو خونه کار میکنی و من تو شهرهای دیگه میخوای موضوع رو عوض کنیم یا میتونیم به صحبت درباره این احتمال ادامه بدیم میخوام موضوع رو عوض کنیم خیلی خوب پس درباره چیز دیگه ای صحبت کنیم کتاب تو خیلی شجاعانه نوشتی. چیزی که متعجبم کرد این بود که هیچ جا اشاره ای به اون جوون نمی کنی. اون برام مهم نیست. البته که برات مهمه. مطمئنم گاهی از خودت پرسیدی چرا زنم اونو انتخاب کرد. نه. اصلا کنجکاو نیستم. دروغ میگی. من کنجکاوم که چرا مرد همسایم از زن بیحالش جدا نمیشه. زنی که مدام لبخند میزنه و همیشه به خونه و غذا و بچه ها و صورت حسابا میرسه. اگه من کنجکاوم پس تو هم حتما کنجکاوی دلت میخواد بگم ازش متنفرم که زنم و دزدیده؟ نه. میخوام بشنوم که اونو بخشیدی نمیتونم سخته اما راهی نداری اگه اونو نبخشی تا آخر در فکر رنجی هستی که اون برات به وجود آورده و این درد هیچ وقت تموم نمیشه نمیگم باید ازش خوشت بیاد نمیگم باید دنبالش بگردی لازم نیست اونو یک فرشته بدونی اسمش چی بود؟ اگه اشتباه نکنم روسی بود. اسمش مهم نیست. میبینی؟ حتی نمیخوای اسمش رو به زبون بیاری. خرافاتی در کاره؟ میخاییل. خب اینم از اسمش. انرژی نفرت تو رو به جایی نمیرسونه. اما انرژی بخشش که خودش رو با عشق نشون میده و میتونه زندگیت رو به شکل مثبتی عوض کنه. ماری حالا دیگه ادای مرشدای تبتی رو در میاری. این چیزا تو حرف خیلی قشنگه. اما در عمل ممکن نیست. یادت نره که تا حالا بارها رنجیدم. به خاطر همین هنوز اون پسرک درونته. پسر بچه که پنهان از پدر و مادرش گریه می کرد و ضعیفترین شاگرد مدرسه بود. داغ زخمای اون نوجوون لاغر اندام رو هنوز داری. نوجوونی که نمی تونست دوست دختر پیدا کنه، که هیچ وقت در هیچ ورزشی خوب نبود. در زندگی در حقت بی انصافی هایی کردن و نمیتونی داغ این زخما رو از خودت دور کنی اما این چه فایده ای به حالت داره چی گفته تو زندگی من این اتفاقا افتاده میدونم چشمات نشون میده این برات هیچ فایده ای نداره مگر به خاطر اینکه دلت تا آخر عمرت برای خودت بسوزه که قربانی کسانی قویتر از خودت بودی یا برعکس میل به اینکه نقاب یک آدم آماده انتقام رو بزنی که حاضر به کسایی که زخمی بهش زدن زخم بزرگتری بزنه فکر نمی کنی اینم وقت تلف کردن باشه نه فکر می کنم رفتارم انسانیه واقعا انسانیه اما نه هوشمندانه است و نه منطقی قدر مهلتی رو بدون که تو این دنیا داری خدا همیشه تو رو میبخشه تو هم ببخش جمعیتی را تماشا می کردم که در یکی از فروشگاه های بزرگ شانزلیزه برای مراسم امضای کتاب من جمع شده بودند. فکر کردم چند نفر از اینها همان تجربه من با زنم را داشتند. خیلی کم. شاید یکی دو نفر. با این وجود بیشترشان با شخصیت کتابم همزات پنداری می کردم. نوشتن یکی از منظویترین ترین کارهای دنیاست. هر دو سال یک بار پشت کامپیوتر می نشینم. به دریای ناشناخته ی روحم نگاه می کنم. جزایری در آن می بینم. ایده هایی که از جلدشان بیرون آمدند و منتظرند تا بروم به اکتشافشان. بعد سوار کشتیم که نامش کلمه است می شوم و دریا را به سوی نزدیک ترین جزیره در پیش می گیرم. در راه گرفتار گرداب و طوفان و گردبادها می شوم. اما به پارو زدن ادامه می دهم. خستم. دیگر می دانم از راه منحرف شدم. دیگر جزیره مقصدم را در افقم نمی بینم. اما به عقب بر نمی گردم. باید هر طور شده ادامه بدهم. یا وسط دریا گم بشود. و بعد صحنه های وحشتناکی از ذهنم می گذرم. مبادا بقیه عمرم را به تعریف موفقیت های گذشتم بپردازم یا دیگر شهامت نوشتن کتاب تازه‌ای برایم نماند و فقط به تلخی از نویسنده های تازه انتقاد کنم. مگر رویایم نوشتن نبود. پس باید به خلق جمله ها و پاراگراف ها و فصل ها ادامه بدهم. باید تا دم مرگ بنویسم. نباید بگذارم موفقیت، شکست یا دام های سر راه فلجم کند. وگرنه معنای زندگیم چیست خریدن قلعه در جنوب فرانسه و باغبانی سخنرانی چون حرف زدن از نوشتن آسان تر است اینکه به شکلی با برنامه و اسرارآمیز از دنیا عقب بکشم تا افسانهای خلق کنم که شادیهای زیادی را از من میگیرد این افکار حولاور تکانم میدهد. در خودم نیرو و شجاعتی کشف می کنم که از وجودش خبر نداشتم. این نیرو و شجاعت کمکم می کند در بخش ناشناخته روحم به ماجراجویی بروم. میگذارم جریان های آب مرا ببرد و سرانجام، در جزیره که به سویش رانده شدم لنگر میاندازم. روز و شب دیده هایم را تعریف می کنم. از خودم میپرسم این چه رفتاری است؟ هر لحظه می گویم به زحمتش نمی ارزد. که دیگر لازم نیست چیزی را به کسی ثابت کنم که چیزی را که میخواستم به دست آوردم و خیلی بیشتر از آن که فکرش را میکرد متوجه میشوم که فرایند نوشتن اولین کتابم هر بار تکرار میشه ساعت نه صبح بیدار میشوم با این قصد که بعد از قهوه بیدرنگ پشت کامپیوتر بنشینم روزنامه میخوانم، پیاده روی میکنم به نزدیکترین کافه می روم و با آدم ها حرف می زنم. به خانه بر می گردم. به کامپیوتر نگاه می کنم. یادم می افتد که باید به چند نفر تلفن بزنم. دوباره به کامپیوتر نگاه می کنم. دیگر وقت ناهار است. قرار بود از ساعت یازده صبح شروع کنم به نوشتن اما حالا باید کمی بخوابم. ساعت پنج بعد از ظهر بیدار می شوم. سرانجام کامپیوتر را روشن می کنم. باید ایمیل هایم را نگاه کنم و یادم می افتد که قبلا مدم کامپیوترم را شکستم. میماند خروج از خانه و رفتن به جایی که ده دقیقه با خانم فاصله دارد و می توانم از آنجا به اینترنت وصل بشوم. اما بهتر نیست قبل از راه افتادن فقط برای راحت کردن وجدانم از این احساس گناه دست کم نیم ساعت بنویسم به اجبار شروع می کنم اما ناگهان آن چیز متوجه من می شود و دیگر نمیتوانم دست بکشم خدمتکار برای شام صدایم میزند میگویم مزاحم نشود. ساعتی بعد باز صدایم میزند. نم اما فقط یک خط دیگر، یک جمله دیگر، یک صفحه. پشت میز که می غذا سرد شده. با عجله شام می خورم و بر می گردم سر کامپیوتر. حالا دیگر مسیر حرکتم در اختیارم نیست. آن جزیره دارد نقابش را بر می دارد. به درون جاده هایش رانده می شدم. به چیزهایی بر می خورم که هرگز فکرش را نکردم و خوابش را هم ندیدم. قهوه می خورم. باز هم قهوه می و ساعت دو صبح سرانجام چشم هایم آنقدر خسته می شود که از نوشتن دست می کشم. دراز می کشم. یک ساعت دیگر به یاد داشت برداشتن از چیزهایی میگذرانم که میخواهم در پاراگراف بعدی بنویسم که هیچ وقت به هیچ دردی نمیخورد جز اینکه ذهنم را از آنها پاک کنم و سرانجام خواب میآید با خودم عهد می کنم ساعت یازده صبح بی تاخیر شروع کنم و روز بعد دوباره همان اتفاق می افتد. پیاده روی، حرف زدن، نهار، خواب بعد از ظهر، احساس گناه، خشم از اینکه مدم کامپیوترم را شکستم، نوشتن یک صفحه به زور و غیره. ناگهان دو سه چهار یازده هفته می گذرد. میدانم به پایان کار نزدیکم نوعی احساس خلع مرا در گرفته احساس کسی که چیزی را به زبان آورده که باید برای خودش نگه می داشت. اما دیگر باید به آخرین جمله برسم و میرسم قدیم ها وقتی زندگی نامه نویسنده ها را می فکر می کردم وقتی میگویند کتاب خودش را می نویسد و نویسنده فقط کاتب است می خواهند زرق و برق این حرفه را زیاد کنند. امروز میدانم که کاملا راست است. هیچ کس نمی داند چرا جریان آب او را به سمت جزیره خاصی میکشاند و نه به سمت جزیره که خودش قصد کرده. بعد ویرایش وسواسی و تعدیل شروع می شود و موقعی که می بینم دیگر تحمل خواندن دوباره آن کلمات را ندارم دست نوشته را برای ناشر می فرستم. که او هم یک بار دیگر متن را ویرایش و بعد منتشرش میکنه همیشه باعث تعجبم میشود که دیگران هم دنبال همان جزیرند و در کتاب من پیدایش میکنند یکی برای دیگری تعریفش می کند و این زنجیر اسرارآمیز بست می آبد و چیزی که نویسنده گمان میکرد یک کار منزوی است مبدل می شود به یک پل یک کشتی یک وسیله نقلیه که میتواند روح آدمها را به حرکت درآورد تا با کمک آن با هم ارتباط پیدا کنند از آن لحظه به بعد دیگر انسانی گم شده در طوفان نیستم خودم را از راه خاننده هایم پیدا می کنم. وقتی می بینم دیگران فهمیدند خودم هم نوشته خودم را می فهمم. نه قبل از آن. در بعضی از لحظات نادر از آن لحظاتی که به زودی اتفاق می افتد می توانم به چشم های بعضی از این خواننده ها نگاه کنم و پی ببرم که روح من هم تنها نیست امضای کتاب ها را در ساعت مقرر شروع می کنم تماس های چشمی سری همراه با احساس همدستی شادی احترام متقابل دست های هم را می فشاری به من نامه می دهند هدیه می دهند نظر می دهند 90 دقیقه بعد تقاضا می کنم ده دقیقه به من استراحت بدهند. کسی اعتراض نمی کند. ناشرم دیگر در مراسم امضای کتابم رسم شده. دستور می دهد به تمام کسانی که در صفیست دادند یک گیلاس شامپاین بدهند. بارها سعی کردم کاری کنم که این رسم در کشورهای دیگر هم اجرا شود. اما همیشه میگویند شامپاین فرانسوی گران است و نهایتا آب معدنی میدهند که آن هم نشان دهنده احترام به کسانی است که منتظرند برمیگردم سر میز دو ساعت بعد برخلاف انتظار شاهدان این ماجرا هنوز خسته نشدم سرشار از انرژیم می توانم کار را تمام شب ادامه بدهم. اما فروشگاه دارد تعطیل می شود و درها را میبندند. صف دارد تمام می شود. چهل نفری داخل فروشگاه میمانند که بعد میشوند سی نفر، بیست، یازده، پنج، چهار، سه، دو و ناگهان. چشمهایمان با هم تلاقی تا آخر منتظر موندم. میخواستم آخرین نفر باشم. پیغامی دارم. نمیدانم چه بگویم. به کنارم نگاه میکنم. ناشرم، مدیران فروش، کتاب فروش ها که با هیجان با هم حرف میزنند. به زودی باید با هم شام بخوریم، بنوشیم، کمی از هیجان آن روز را با هم تقسیم کنیم، ماجراهای جالبی را تعریف کنیم که در حین مدت امضای کتاب اتفاق افتاده. هرگز او را ندیدم. اما میدانم کیست. کتاب را از دستش میگیرم و می نویسم. برای میخائیل با اش. چیزی نمیگویم نباید گمش کنم هر کلمه هر جمله هر حرکت ناگهانی می تواند باعث بشود که همین حالا برود و دیگر برنگردد در یک چشم برهم زدن پی میبرم که او و فقط او مرا از برکت یا نفرین زهیر نجات خواهد چرا که فقط او میداند زهیر کجاست سرانجام می توانم سوال هایی را بپرسم که آن همه وقت برای خودم تکرار کردم می خوام بدونید حالش خوبه احتمالا کتاب شما را هم خونده اعضای انتشارات مدیران فروش و کتاب فروش ها نزدیک می مرا در آغوش می گیرند. می گویند بعد از ظهر خارق العاده ای بوده. حالا باید آرام بگیریم، بنوشیم و درباره آن بعد از ظهر صحبت کنیم. میگویم مایلم این خواننده رو هم دعوت کنم. اون آخر صف بوده. نماینده تمام خواننده هایی که اینجا با ما بودند میگوید نمیتونم قرار دیگه ای دارم با کمی ترس به طرفم برمیگردد فقط اومدم تا پیغام رو بدم یکی از کتاب فروش ها میپرسد چه پیغامی ناشرم میگوید اون هیچ وقت کسی رو دعوت نمیکنه بیاین با هم شام میخوریم. متشکرم. اما هر پنج به قرار ملاقات دارم. چه ساعتی؟ دو ساعت دیگه. کجا؟ در یک رستوران ارمنی. راننده من که ارمنی میپرسد دقیقا کدام رستوران و بعد میگوید از محل شام خوردن ما فقط پانزده دقیقه فاصله دارد. همه میخواهند رضایت مرا جلب کنند فکر می کنند اگر من کسی را دعوت کنم حتما باید از افتخاری که نصیبش شده کلی خوشحال بشود هر کار دیگری را میتواند به فردا موکول کند ماری میپرسد اسمتون چیه می میخوای می متوجه می شوم که ماری همه چیز را فهمیده. میخوایی؟ باید حداقل یک ساعت باشی. رستورانمون نزدیکه. بعد رانندمون شما رو را میبره هر جا که بخواییم. اما اگه ترجیح میدین میتونیم رزرومون رو به هم بزنیم و همگی برای خوردن شام به رستوران ارمنی بریم. اینطوری شما راحت تری. از تماشای او خسته نمیشدم. مشخصا خوشچهره نیست زشت هم نیست نه بلند است و نه کوتاه لباس سیاه پوشیده ساده و برازنده و در این برازندگی هیچ مارک و نشانی نمیبینم ماری بازوی میخائیل را میگیرد و به طرف در خروجی راه میافتد هنوز یک توده از کتاب های هایی که نتوانستند مرا ببینند پیش کتاب فروش مانده. باید آنها را امضا کنم. قول می دهم فردا برگردم. پاهایم ضعف می رود. قلبم دارد از جا کنده می شود اما باز باید وانمود کنم همه چیز عالی است. که از این موفقیت خوشحالم که به فلان و بهمان موضوع علاقه مندم. از شانزلیزه لیزه می گذریم. خورشید با تاق پیروزی مماس شده است. بی توضیحی می فهمم این یک نشانه است. یک نشانه خوب. از آن لحظه می دانم وز را چطور رهبری کنم. چرا می خواهم با او حرف بزنم؟ کارمندان نشر مدام با من حرف میزنند به طور خودکار جواب میدهم هیچ کس نمیفهمد در دور دست هایم درست نمیفهمم چرا کسی را سر میزم دعوت کردم که باید از او متنفر باشم آیا می خواهم پی ببرم که استر کجاست می خواهم از این جوان متزلزل و گمگشته انتقام بگیرم کسی که با همه اینها توانست عشقم را از من بدزدد میخواهم به خودم ثابت کنم که از او بهترم خیلی بهترم میخواهم به او رشوه بدهم اقوایش کنم تا همسرم را برگرداند هیچ جوابی برای این سوال ها ندارم اصلا مهم نیست. تا حالا فقط یک جمله به او گفتم. مایلم با ما شام بخوریم. قبلا بارها این صحنه را تصور کردم. هر دویشان را پیدا می کنم گردن مردک را می گیرم مشتی به او می زنم و جلوی استرخارش می کنم یا از او کتک میخورم و به زور به استر نشان میدهم که دارم به خاطر او می جنگم و زجر میکشم سحنه های خشونت بار را تصور کردم یا تظاهر به بیتفاوتی یا بلوا در جمع اما هرگز به فکرم نرسیده بود که بگویم مایلم با ما شام بخور. لازم نیست به حرکت بعدم فکر کنم. فقط کافیست ماری را تماشا کنم که چند قدم جلوتر از من راه می رود. بازوی میخایل را گرفته انگار عاشق و معشوق باشند. ماری نمی گذارد او برود و ماندم که چرا اینطور کمکم می کند. او که می داند ملاقات با این جوان میتواند به معنای کشف جای همسرم باشد. میرسی. میخایل مایل است دور از من بنشیند. شاید میخواهد از گفتگوهای موازی پرهیز کند. شادی، شامپاین، ودکا و خاویار. به منو نگاه میکنم. با وحشت پی میبرم که کتاب فروش فقط برای پیش غذا دارد نزدیک هزار دلار خرج می کند. گفتگوهای معمولی از میخائیل نظرش را درباره برنامه آن روز میپرسند میگوید خوشش آمده درباره کتاب میپرسند میگوید خیلی خوشش آمده کمی بعد او را از یاد میبرند و توجه همه به من برمیگردد آیا راضیم؟ آیا صف مردم آنطور که دلم میخواسته سازماندهی شده بود آیا گروه محافظ خوب عمل کرده قلبم همچنان تند میزند اما میتوانم ظاهرم را حفظ کنم به خاطر همه چیز تشکر می کنم برنامه ریزی و اجرای مراسم امروز بسیار بی نقص بوده است نیم ساعت صحبت بعد چند لیوان ودکا و می بینم که میخائیل کم کم راحت می شود در مرکز توجه نیست لازم نیست چیزی بگوید کافی کمی دیگر بماند و بعد می تواند برود. میدانم درباره رستوران ارمنی دروغ نگفته و حالا سر نخی دارم. پس زنم هنوز در پاریس است. باید دوستانه رفتار کنم. باید سعی کنم اعتمادش را جلب کنم تا آن تنش اولی از بین برود. یک ساعت می گذرد. میخاییل به ساعتش نگاه میکند و میبینم که میخواهد برود. باید کاری بکنم فوراً. هر بار نگاهش میکنم بیشتر احساس حقارت میکنم و کمتر میفهمم که چرا استر مرا به خاطر این شخص رها کرده که اینقدر از واقعیت دور است. گفته بود او قدرت جادویی دارد سخت است تظاهر به این که دلم میخواهد با کسی حرف بزنم که دشمنم است اما باید کاری بکنم با صدای بلند میگویم بیاین درباره این خوانندمون بیشتر بدونیم همه ساکت میشوند ادامه میدهم اینجا نشسته و به زودی باید بره اما درباره زندگیش هیچ چی نگفته. کارتون چیه؟ به نظر می رسد میخائیل با وجود ودکاهایی که نوشیده هوشیاریش را دوباره به دست آورده. تو رستوران ارمنی ملاقات ها رو سازماندهی می کنم. یعنی چی کار؟ روی سکوی رستوران داستان تعریف می کنم. بعد اجازه میدم حاضران هم داستانای خودشونو بگن. منم تو کتابام همین کار رو می کنم. می دونم. همین اونو به من نزدیک کرد. منظورم الان اسمش را می گوید. ماری بلا فاصله حرفش را قطع می کند. اینجا به دنیا اومدی؟ و نمیگذارد میخائیل بگوید منظورم همسر شماست توی استپ های قزاقستان قزاقستان کی جرأت دارد بپرسد قزاقستان کجاست مدیر فروش میپرسد قزاقستان کجاست خدا رحمت کند بر کسانی که از پنهان کردن نادانسته هایشان نمی ترسند. منتظر این سوال بودم. ناگهان شادی خاصی در چشم های میخائیل می همیشه ده دقیقه بعد از اینکه میگم تو قزاقستان به دنیا اومدم میگن اهل پاکستان یا افغانستانی. کشور من در آسیای میان است. مساحتش چند برابر فرانسه 60 میلیون نفریه اما فقط چهارده میلیون جمعیت داره. ناشرم با خنده میگوید پس اونجا کسی اعتراضی به کم بوده جا نداره. اونجا تو همین قرن بیستم کسی حتی اگر بخواد حق نداره به چیزی اعتراض کنه. اول وقتی رژیم کمونیست مالکیت خصوصی رو فسخ کرد گله ها رو در استپها رها کردن و چهل و دهم درصد مردم از گرسنگی مردن. میفهمید؟ تقریبا نصف جمعیت کشورم بین سالهای 1932 و 1933 از گرسنگی تلف شدند سکوت بر میز حاکم می شود. آن فاجعه جشن ما را خچه دار کرد. یکی از فروشنده ها می خواهد موضوع را عوض کند اما من اصرار می کنم که این خواننده باز هم درباره کشورش صحبت کند. میپرسم استپ چه جور جاییه؟ دشت های وسیع تقریبا برهود. شما باید بدونی. میدانم. اما نوبت من بود که چیزی بپرسم و گفتگو را حفظ کنم. ناشرم میگوید چیزی راجع به قزاقستان تو خاطرم هست. مدتی پیش دست نویسی از نویسندهای دریافت کردم که اونجا زندگی میکرد. کتابش درباره آزمایش های هستهی در استپا بود. بله. زمین و روح کشور ما آلوده به خونه. ما چیزی رو عوض کردیم که نمیشد تغییرش داد و باید تا نسل ها بعد بهاش رو بپردازیم. ما یک دریا رو کاملا محو کردیم. نوبت دخالت ماریست. هیچ کس نمیتونه یه دریا رو محو کنه. من 25 سالم و همینقدر یعنی فقط یک نسل طول کشید تا آبی که میلیون ها سال اونجا بود مبدل به خاک شد. رژیم کمونیست تصمیم گرفت مسیر دو رودخونه آمو دریا و سیر دریا رو برای آبیاری مزارع پنبه عوض کنه. به هدفشون نرسیدن. اما دیگه خیلی دیر شده. بود. دریا رفت و زمین حاصلخیز خیز بیابون شد. کمبود آب بر تمام آب و هوای منطقه تاثیر گذاشت. امروز هر سال طوفان‌های عظیم شن 150 میلیون تن نمک و قبار پخش می‌کند. 50 میلیون نفر در پنج کشور تحت تاثیر اون تصمیم غیرمسئولانه و برگشت ناپذیر مدیران شوروی قرار گرفتند. مختصر آبی هم که مونده آلوده به انواع مرزه. حرفهایش را در ذهنم یادداشت می شاید در بعضی سخنرانی ها به دردم بخورد. میخائیل ادامه می در صدایش نه زیست که فاجعه موج میزند. پدر بزرگم میگه قدیما به دریای آرال میگفتن دریای آبی به خاطر رنگ آبش امروز دیگه اثری از اون نیست اما مردم نمیخوان خونه هاشون رو رها کنن و به جای دیگه ای برن هنوز رویای اون موج ها و ماهی ها رو دارن هنوز لوازم ماهی گیریشون رو نگه داشتن و از قایق و توم حرف می زن. ناشرم اصرار می کنم. انفجارای ای چی؟ اینم واقعیت داره؟ فکر می کنم هر کس در کشور من به دنیا اومده باشه میدونه آب و خاکش چه رنجی کشیده. چرا که آب و خاک هر قزاق خونشه. بمب های اتمی و حرارتی اتمی چهل سال تمام دشت های ما رو لرزوند. تا سال 1989 456 بمب منفجر کردند. از این انفجارها 116 بمب رو در فضای باز آزمایش کرد. قدرت این بمب ها 2500 برابر بمبی بود که در جنگ جهانی دوم در هیروشیمای ژاپن منفجر شد. نتیجهش آلودگی هزاران نفر به تشعشعات رادیواکتیو بود. هزاران نفر سرطان ریه گرفتند و بعد هزاران کودک به دنیا آمدند که اختلالات حرکتی، نقص عضو یا مشکل ذهنی داشتن. میخایل به ساعتش نگاه میکند. اگه اجازه بدین باید برم. نصف مهمانها اعتراض می کنند. گفتگو تازه داشت جالب می شود. نصف دیگر خوشحالند. در یک شب شاد صحبت از فجایه مسخره است. میخاییل با حرکت سر به همه احترام میگذارد و مرا در آغوش میگیرد نه به خاطر اینکه محبت خاصی به من دارد بلکه برای اینکه بتواند در گوشم زمزمه کند همونطور که گفتم حالش خوبه نگران نباشی. پایان قسمت چهار روم